درود و وقتتان بخیر. به این برنامه پس خبر خوش آمدید. سناتوران ارشد آمریکایی از رئیس جمهور اوباما خواستند که شمار نیروهای آمریکایی را در افغانستان کاهش نده، به این دلیل که حالا عراق دوم یا سرنوشت عراق متوجه افغانستان خواهد بود. تعداد نیروهای آمریکایی که حالا در افغانستان حضور دارند به 9500 تن میرسد و اگر گفته میشه این نیروها به 5500 تن کاهش بیابه، آینده افغانستان هم بهتر از عراق نخواهد بود. واقعا آینده افغانستان عراق دوم هست و اگر نیروهای آمریکایی در افغانستان هم حضور داشته باشند، اگر نیروهای امنیتی کشور را تمویل و تجهیز درست نکنند، آینده نیروهای امنیتی افغانستان چگونه خواهد بود؟ من بیژن آریان هستم، میزبان این برنامه پس خبر. بیشتر در همین مورد تا دقایق دیگر با مهمانانم بحث خواهم کرد. در این برنامه پس از خبر، آقایان صفی الله هاشمی عضو مجلس سنا و آقای رحمت الله بیژنپور آگاه روابط بین الملل با ما هستند. خیلی خوش آمدین و ممنون از اینکه تشریف آوردین. جناب با شما آغاز میکنیم. آقای هاشمی، با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، واقعا آمریکا حاضر است که شمار نیروهای خود را در افغانستان کاهش بده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما، همکاران گرامی تکنیکی شما و همچنان بینندگان گرامی تلویزیونی آریانا نیوز. اجازه بدین با استفاده از فرصت، فکر میکنم سبا باید عید باشه، گلولی عید سعید فطره و تمام مردم مسلمان متدین افغانستان تبریک و تهنیت عرض کنم. قسمی که شما میفهمین، از مدت ها به طرف سوال حضور نیروهای افغانستان در امریکا در افغانستان مطرح بوده که آیا این نیروها بعد از هم به وظایف خود ادامه میتن یا نمیتن، بودنشان چه تاثیر داشته، نبودنشان چه تاثیر داره و اوضاع افغانستان که امروز از لحاظ امنیتی به بحران رفته چگونه میتونه که مهار شوه و صلح ثبات در افغانستان. این سوال است که همیشه مطرح بوده. من فکر میکنم که چنانچه که خود سناتورهای آمریکا هزار داشتن، دیگه نباید اشتباهاتی که در عراق اونجا صورت گرفته در افغانستان صورت بگیره. اگر نیروهای امریکایی در افغانستان که عملا هم فعلا هم تعدادشون بسیار کم شده، در حدود 9500 نفر باقی مانده، در قسمت آموزش و در قسمت مشورت و در بعض هم در عملیات های ویژه خاص که موجود هستن، اونا اگر اشتراک داشته باشن، این نقش مثبت را در قسمت تقوی قوای مسلح افغانستان تا حدودی می داشته باشد. آقای سناتور، حالا دقیقا سوالی هست که واقعا آمریکا حاضر است با در نظر داشته وضعیت فعلی و کنونی افغانستان که دیده میشه که خب حملات مخالفان افزایش یافته میره و در این زمان نیروهای امنیتی افغانستان هم نیاز به آموزش بیشتر دارند، اما در برابر مخالفان مسلح هر روز به نبرد میپردازند، نیاز هست و واقعا آمریکا حاضر است این نیروها را کاهش بده؟ خب پیشتر من برای شما عرض کردم که از خود مقامات افغانی کرده تشویش خود مجلس سنا یا کانگرس یا امریکا در این مورد بیشتر است. چون پیشتر برای شما عرض کردم که سناتورهای امریکایی مثلا جان میکن رئیس، حالا تشویش از اینا یک بحث جدا هست، اما خود آقای اوباما حاضر خواهد شد تا این تعداد سربازان را کاهش بده؟ مطلب مهمی نیست که اونا برای اوباما هشدار دادن که اگر سربازان امریکایی در افغانستان کاهش پیدا میکنه، این در حقیقت فراموش شدن افغانستان است، این در حقیقت اونمو مسائل مربوط به اشتباهاتی که در عراق صورت گرفته در او تکرار خواهد بود و همچنان خطرات بسیار جدی از ناحیه حضور القاعده و داعش در افغانستان که باز دوباره اینا از این طریق امریکا را باز مولد عملات قرار بدن. مانند 11 سپتامبر این تشویش خود سناتورها و خود کنگره امریکا داره و این سوال هم هست که نباید امریکا دیگه این اشتباه را تکرار بکنه و حتی به اساس گفته های جناب رئیس جمهوری افغانستان باید تعداد نیروهای امریکا بیشتر از این شود در افغانستان تا اینکه کم شود. حالا تعداد از اینا که در حال حاضر 9800 تن هست در افغانستان، خب اگر اینا
حضور نداشته باشند، وضعیت عراق گفته میشه که نصیب افغانستان خواهد شد. اما اگر حضور داشته باشند چه خواهد شد؟ حضور از اینا به این مناسته که باید حضور فعال داشته باشند. سوال هم بله. یعنی که همونطور که اینا مطابق قرارداد امنیتی که با افغانستان عقد کردن، باید واقعا امریکا سیاست دورنگی باید نداشته باشه و با موجودیت عساکر خود در افغانستان در آموزش و پرورش نیروهای مسلح افغانستان و تجهیز از اونها و همچنان سهم گرفتن در بعض عملیات های ویژه و خاص، اینا باید نیروهای افغانی را کمک بکنن. یعنی مشخصا حالا اگر بگیم نیاز نیست که حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان باید یک باز تعریف شود؟ یقینا به خاطر از اینکه روز تا روز اوضاع امنیتی در افغانستان به واخوات میگیره و اگر تعریف جدید نشوه یا موجودیت از اینا بازم بازنگری نشوه و در قسمت چگونگی نظام وظایف از اینا یک تجدید نظر صورت نگیره، اگر باز به این منوال باشه واقعا خطرات بسیار جدی متوجه افغانستان و متوجه از لحاظ تروریسم متوجه جهان خواهد بود. ممنون. آقای بیژن‌پور، حالا این هشدارها، درخواستها و پیشنهادات سناتوران، جنرالان و مقامات ارشد آمریکایی را بر رئیس جمهور اوباما به چه معنا می‌دانین؟ حالا هشدار می‌تن که افغانستان به عراق دوم مبدل میشه. واقعا اینجوری فضایی و اینجوری جوی نصیب افغانستان خواهد شد؟ من عرض سلام میکنم خدمت شما و عرض تبریک دارم رسیدن عید برای همه روزداران. اتفاقا این 30 بار است به یاد داشته ما که مقامات آمریکایی و رهبران و شخصیت های مهم مانند رئیس جمهور و وزیر دفاع و وزیر خارجه و برخی سناتوران بزرگ در باب افغانستان سخنان سبک سنگین زیاد میگن. یک مسئله کاملا پیش پا افتاده است که آمریکایی ها فقط با روزمره سنجی سیاست میکنند و همین گونه نظریات و اصطلاح بدون سنجش را مطرح میکنند. گاه ناتو و اصطلاح اعلام خطر میکنه در باب افغانستان و گاه هم وزارت دفاع آمریکا، گاه مجلس و کنگره آمریکا این بحث مطرح میکنه، گاه رئیس جمهور. معلوم است که هیچ یک از اینا دقیق و راست نیست. بازی همان است که اینا نیروهای بیشتر از تعداد موجود در افغانستان میخواهند و الا 5000 نیاز نیست، نه برای تربیت، نه برای به اصطلاح آموزش، نه برای هیچ چیزی. بهتر است پاکه کنن، بردارن، بخیزن، برن تا افغانستان وضعیت خودش تعیین کنه. به نظر من این بسیار مهم است. موجودیت نیروهای آمریکایی در افغانستان موجب تقویت مخالفت ها و انرژی امتداد جنگ است. اگر با 5000 نفر باشند هم امو عبارت موجود است، یعنی روحی مخالفت مخالفان را در واقع ترغیب میکنند، و اگر با 20000 نفر باشند، چنانچه با 160000 هم بودن همین بود، با 160000 هم نتوانستن با تروریسم مبارزه کنند و صاف بتن و با 5000 هم نمیتن، در حالی که طالبان تعدادشان خیلی ها کم بود. طالبان تعدادشان کم بود، سازمانشان محدود بود، دچار مشکلات بودن. امروز 100% ارتقا یافتند و وضعیت به سودی بحران انکشاف کرده است. پروژه بحران تقویت شد و نظام سازی ما، تنظیم وضعیت، انتظامات کنونی در سطح لشکری و کشوری در افغانستان متاسفانه افت داشت. از این جهت وضع به نفع بحران است. پس 5000 یا 10000 نیازی به افغانستان نیست. هیچ کاری را انجام نمیتن. گوشه گوشه های شهر تهدید است. انفجارها به گوش ارگ رسیده. این در واقع ارگم خود شما دیدین که انفجار کرد. و پس موجودیت نیروها به خاطر چی است؟ روزی مبادا، او داستان معروف روز مبادا است که نیاز نیست. پس به ترتیب موجودیت نیروهای آمریکایی در افغانستان کم و بیش کردنش فقط یک سیاست دروغ و اصطلاح پینه زدن است و به هیچ وجه سودی برای افغانستان ندارد. واقعا عراق دوم میشه افغانستان؟ مسلما ما همه اکنون عراق هستیم. تفاوت عراق با افغانستان چیست؟ یعنی شما تصور نکنید که افغانستان چیزی بهتر از عراق است. افغانستان هم امروز انفجاراتش، انتحارش و کشتارش و رفتارش بدتر از عراق است. چی چیزی در عراق است که در افغانستان نیست؟ چی چیزی در فلسطین بود که اینجا نیست؟ چی چیزی در سوریه است که در اینجا نیست؟ طالب نیست، داعش نیست، القاعده نیست، کدامش نیست؟ در هر جایی که آمریکایی‌ها رفتن بحران سازی کردن متأسفانه. در هر جایی که بودن مشکل سازی کردن، در هر جایی که بودن پروژه بحران آب دادن، به اصطلاح برش انرژی رساندن تا او تعیین کنه که وضعیت چیست. آمریکایی‌ها برای بودن در افغانستان نیاز دارند و بحران ساختن تنها تاکتیکی است که اینا ساختن. پس حالا با حضورشان افغانستان چی به دست آورده تا حال؟ افغانستان هیچ.
افغانستان آیا نیاز نیست حضور پس از اینشان باز تعریف شود؟ بین کار کنیم که افغانستان را در واقع آمد و درآمدش و اصلا بیلانس بکنیم که چقدر رفت و گذر داشته است. پروژه بحران توسعه یافت، مافیا رشد کرد، شکاف طبقاتی به وجود آمد، در عین حال ارتباط مردم با حاکمیت و نظام محدود شد، حکومت‌های بسیار سر به درون دیوار به وجود آمدند و در واقع هیچ کاری برای مردم نمی‌کنند و مشکلات زیاده. افزون بر اینا توریسم تقویت شد، مرگ و میر بیشتر شده است، نیروهای ما تلفاتش زیاد شده و ما در حوزه امنیتی متاسفانه هیچ انگیزه برای تعریف شهید نداریم در واقع. به دلیلی چی؟ به دلیلی که اول ادبیات بی‌اعتنایی شکل گرفته در افغانستان، ادبیات بی‌اعتنایی ورزش‌ها. دوم هیچ انگیزه نیست برای این مسئله. هر روز یک بهانه جدید داده میشه و خرد دولت افغانستان میدن و این بازی بسیار مسخره است. هیچ معنایی نداره و بنابراین 2000 سال دیگه آمریکایی‌ها با ما باشن وضع ما رو به فرود است. ما ارتقا نمی‌کنیم. قابلیت‌های ما باید توسط خود ما رشد کنند. ما وضعیت رشد بدیم. دموکراسی ما باید مردمی باشه و در درون جامعه ما شکل بگیره. نظام سازی ما هم در درون ما شکل بگیره و ما باید مهندسی وضعیت باشیم، نه منتظر کسی باشیم که هر روز پروژه را بحرانی می‌کنه. ممنون. آقای سناتور، واقعاً فرقی بین عراق و افغانستان نیست؟ هر توش در یک سطح قرار دارن؟ ببینید شبه چونچه بزرگوار تحلیل کردن کدام تفاوتی وجود نداره دیگه. جنگ است، قتل است، کشتار است، انفجار است، ترور است، اختناق است. خب وضع اقتصادی فوق‌العاده بحرانی هست، فرار از کشور صورت میگیره و بحران‌های دیگه از قبیل به وخامت گراییدن اوضاع امنیتی که می‌بینیم این روز در سر تا سر افغانستان جنگ‌های بسیار شدید جریان داره. خب در عراق هم همچنان این نوع یک مسئله است دیگه و مشکل دیگه است که گپ از صداقت و گپ از راستی و گپ از درست عمل کردن نیروهای بین‌المللی در افغانستان. چنانچه جناب محترم فرمودن از وقتی که نیروها به یک لک و دو لک میرسید چی وضعیت رخ داده بود، حالی چی وضعیت رخ میتر روز حالا من حیث یک سناتور افغانستان باور شما چی هست؟ چرا نخواستن زمانی که طالبان خیلی ها کم بود، تعدادشان گفته میشه که از نصف امروز هم کمتر بودن، چرا تغییر نیافت وضعیت و اینچون این وضعیت حالا خلق شده؟ خوی سوال پیش ما موجود داره که چرا کشورهایی که به افغانستان جوابی را که شما به سوردین چه هست؟ جواب ما فقط اینی میسته که اینجا یک دوگانه بازی کردن است، فقط اهداف خاص خود داشتن است و از افغانستان به صفت یک تختی خیز به خاطر تهدید و فشار آوردن بالای کشورهایی که در منطقه هستند استفاده کردن است. دیگه ما کدام سوال جواب دیگه پیش نظر ما وجود نامده که ما فکر کنیم یعنی مجلس سنا یا سناتور یا ما شخصا که چرا این نیروها اینجا هستن و چرا فایدهشون چی بوده. در حقیقت ما فکر میکنم که یک نوع بازی دوگانه در افغانستان صورت گرفته است و اهداف خاص دیگه کشورها در این منطقه برآورده شده است و مردم افغانستان قربانی این اهداف هست که کشورهای دیگه مثلا امریکا در این منطقه داره و به خاطر رقابت هایی که با چین داره، رقابت هایی که با روسیه داره، به خاطر رقابت هایی که با ایران داره و نفوذ خود در این منطقه میخواد تحکیم بخشه و نوع تهدید را به وجود آوردن، نوع بران در اینجا موجود نگاه کردن. یعنی یک سوال دیگه کنم جواب دیگه که قانع کننده باشه که آدم از لحاظ منطقی باید فکر کنه که این حضور اینی را و یا موجودیت امریکا در افغانستان چه فایده دیگه داشته. ما کدام فایده دیگه داشته؟ اصلا سوال دیگه که مطرح میشه، حضور بدون حمایت تسلیحاتی و یا نظامی منظم از نیروهای امنیتی افغانستان حالا چه پیامی را دقیقا بر حکومت افغانستان داره؟ خب حکومت افغانستان درگیر یک جنگ تعمیلی که میگن، یعنی یک جنگی که در این سازمان داده شده که باید این یک جنگ وجود داره قرار داشته باشه و حالی ببینیم که مقاومت نیروهای مسلح افغانستان بستگی به کمک های جامعه جهانی البته که داره. مثلا حال کنفرانس واساکا است، آمادگی کشور طرف افغانستان هم اینمی است که تا چگونه میتونه که نیروهای خود تقویه بکنه از لحاظ بودجوی، از لحاظ تجهیزات جنگی، مخصوصا از لحاظ از اینکه چگونه قوای هوایی افغانستان تکمیل شود و تجهیز شود و درست تسلیح شود. این پیشنهاد است که
کنفرانس ورسا پیشکش خواستون و به خاطر تقویت قوای مسلح و خاطر مبارزه با تروریسم. دیگه ببینیم که در اینجا چقدر صداقت وجود می داشته باشه، چقدر راستی وجود می داشته باشه. گپ سر صداقت و گپ سر عمل درست است. اگر که صداقت وجود نداشته باشه، جنگ افغانستان از این بدتر میشه، چون که پلان دارن طالبان که جنگ سخت‌تر هم بسازن و اوضاع بدتر خواهد شد و کدام فایده هم نخواهد داشت غیر از اینکه افغانستان رو به روز به بحران بیشتر فرو بره. آقای بیژنپور، حالا سوالی که مطرح میشه، برخی به این باور هستند که حضور آمریکا در افغانستان تا زمانی که نبیاین از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت مشخص نکنن، حمایت تسلیحاتی و تجهیزاتی نکنن، بی‌معنا خواهد بود. پس بر این اساس آیا نیاز نیست که چگونگی حضور نیروهای آمریکایی، خب هر قدر تعدادشان شمارشان هر قدر باشه خب مهم نیست، اما چگونگی حضورشان باید بعد از این باز تعریف شود؟ ببینید، در دوره حکومتگریه یا حکومت جناب آقای حامدی کرزی خطوط تعریف شد. او به اصطلاح نسبت خودش با القاعده و طالبان اینا کاملا اثبات کرد و موضع‌گیریش علیه موازی جهانی اعلام کرد. مبارزات و به اصطلاح تلاش‌های یا عملیاتی، اهداف عملیاتی نیروهای بیرونی در رابطه با طالبان و برخورد با اونا ممتنع اعلام کرد. به اصطلاح یک سلسله اجرایی وظایف بدون مشورت در واقع مردود نیست. طالبان گفت برادر ما هستند و آمریکایی‌ها هم اعلام کردند که طالبان دیگه دشمن ما نیستند. پس توریسم که معنای دیگه نداره، یعنی نیست، تمام شد. روس‌ها هم به عنوان رهبر نوبتی شورای امنیت اعلام کردند که خیلی جدول به ما بتین که شما دارین چیکار میکنین در منطقه، برای ما تعریف کنین خودتان. اینا گفتن که تروریسم و اینا باز از دیدن که واقعا خراب شده، ما در واقع داریم اشتباه میکنیم، اصلا لحاف بالا شده، تنشان لچ و برهنه معلوم است. یعنی چگونگی حضور زیر سوال رفت کاملا. بعد سراسیمه شروع کردن به مسئله داعش، داعش شده باره به اصطلاح سر عنوان کردن و بعد داعش. اینا بازی هایی است که متاسفانه تا امروز انجام شده، نه طالبی نه داعشی و نه کسی دیگری در یک موضوع سازمانی در سطح آرمان ها عمل نمی کنند، بلکه یک مش مردم بی اطلاع و در پایان و یک مش آدم های وابسته و استخباراتی دری بالا دارن کار میکنن. اون پروژه به اصطلاح زمینه سازی و منطقی کردن حضور خارجی ها در افغانستان است. از این جهت شما از هر روزنه ای که نگاه کنین در درون ابر تیره است و در واقع نمیتوان همه چیز فهمید. یعنی دارن فضا را به نحو دیگرگون میکنن که اوضاع جهان زی بس که پیچاپیچ است، صاحب نظران از همه بیچاره ترند. انصافا در درون خیلی ویرانی میکنن. فرمایشات هاشمی صاحب اتفاقا مسئله مهم است. آمریکایی ها او بازی کلان به اصطلاح منافع منطقوی را برای به اصطلاح مهار کردن حریفان در منطقه انجام میدن. ببینید، یه طرف در واقع شانگهای است، اون طرف ناتو. در تقابل اینا آمریکایی ها سعی میکنن که به اصطلاح سازمان های شانگهای در یک ملاحظاتی بپیچانند که دیگه به سازمان سریع عمل نکنه، تا هم منافع را لحاظ اقتصادی در رقابت های کلان اقتصادی خراب نکنه پروژه های بزرگی که در منطقه به وجود میاد، و دو جغرافی های سیاسی و ژئوپلیتیک به نحوه اینا در اختیار داشته باشند تا اهداف عمل بکنه. 50 سال در افغانستان انتظار داشتن تا به این وضعیت برسن که رسیدن. تازه برای 5000 و 2000 اینا کم نمیکنن که برن. باز دیده باشین که بعد از رئیس جمهور باز سنا ببخشید کنگره تصویب خواهد کرد که در افغانستان 10000 نفر باید بمانه، چیزی دور و بر 10000 نفر، به خاطری که وضع مانند عراق نشه. یعنی چی مانند عراق شود؟ چه کار دیگه میشه؟ ما از هر جای بدتر شدیم. هیچ چیزی برای ما نیست که خراب نباشه یا به اصطلاح او آفت ندیده باشه. حالا این سناتوران میگن که رئیس جمهور با ما باید چگونگی حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان را واگذار کنه برای رئیس جمهور آینده. رئیس جمهور آینده باید تصمیم بگیره که این نیروها چقدر بانند، چقدر باید برگردن. پس فکر میکنین دقیقاً همون بازی قبلی بار دیگر تکرار میشد؟ ببینید، هم بازی است که اونها استراتژی خودشان را تعریف میکنن، به هر صورت حالا چی جمهوری خواه چی لیبرال دموکرات. اما یک بحث مطرح است که در قوانین آمریکا هم مترتب است که در بخش ختم سال تمام دیگه تصامیم رئیس جمهور تابع شرایط است، نه مستقل. از این جهت در ختم کار اونا هم کارهای بسیار جدی انجام دادن میتونن. بنابراین اعلام موجودیت نیروهای آمریکایی در افغانستان، تمدیدی اونا، تضعیدی اونا، چیزی است که مربوط به فیصله پسین است. در عین حال جا
جمهوری خواهان باورشان این است که در این دوره برنده هستند و بعد بازی به شکل دیگری در خواهد آمد. من باورم این است که تا 30,000 نفر برمیگردن به افغانستان و بعد با یک نیروی 30,000 نفری وارد یک معاملات کلانتر خواهند شد تا از این وضعیتی کند برایند و بازی تند شود. چرا فهمیده شده؟ بازی واقعا رو شده. باید یک مقدار عمیقش کنند، یعنی از سطح فهم پنهانش کنند. از این جهت من باورم این است که تا پایان دوره آقای اوباما رونق دیگری در موازی آمریکایی در افغانستان به وجود خواهد آمد و سرنوشت داعش، سرنوشت طالبان، سرنوشت القاعده، سرنوشت مردم افغانستان، سرنوشت دولت نیز در واقع به گونه دیگری تحول خواهد کرد. آقای سناتور، حالا سوالی که مطرح میشه، در اسناد مختلفی که حالا با کشورهای بیرونی امضا شده، بخصوص با آمریکا، پیمان راهبردی که امضا شده، حمایت از افغانستان در برابر کشورهای بیرونی هرگاه بالای افغانستان حمله میشه یکی از موارد خیلی ها عمده است. اما ما شاهد حمله پاکستان، حمله آشکار پاکستان بالای افغانستان بودیم، آنچه که در تورخم صورت گرفت. اما چرا عکس العمل واقعا نشان داده نشد؟ ببینید، صرف تشویش کمیسیون روابط بین المللی مجلس صنایع افغانستان هم از این بابت است. افغانستان در حدود 14 قرارداد استراتژیکی با کشورهای مختلف امضا کرده که با تاثیر ما تا جایی که ارزیابی کردیم، حتی قرارداد استراتژیکی که از لحاظ امنیتی با آمریکا امضا شده، صرف از لحاظ بودجوی اگه کدام اکمالات شده باشه، کم کم در مورد آموزش و پرورش نیروهای نظامی، ولی از او مجموعه تعهداتی که آمریکا در مقابل افغانستان داره، من فکر میکنم که تقریبا حدود 60% دیگه از این هنوز تطبیق نشده. حالا تمامی اسناد زیر سوال نرفته؟ بله بله، یقینا. ما پارسال موضوعی هستی که وزارت خارجه و وزارت دفاع و سایر مقامات دولتی که دهی برای جوابگویی و پاسخگویی به خاطر تطبیق قرارداد مسئول بودن خواستیم و امرشان صحبت داشتیم و بارها با وزارت خارجه صحبت داشتیم و سایر مقامات افغانی که چرا مثلا اینمی تعهداتی که به قرارداد استراتژیکی امنیتی با آمریکا امضا شده موادش تطبیق نمیشه. چرا؟ جواب چی بود؟ جواب این بود که تا هنوز اونمی فقط یک دو جلسه زمانش نرسیده؟ نیم زمان سپری شده، زمان چنان سپری شده که افغانستان امروز تمامی از استقلالش بیخی در خطر است و از تو میبینیم که شدت جنگ به کدام بوده. دقیقا جوابشان چه بوده باشون؟ جواب کندی کار است، ما که درک کردیم دیگه. جواب از اونا هرچی که باشه ما که درک کردیم، فرصت کشی است، کندی کار است، تعلل است، هم از این جانب. یعنی جواب مشخصی به شما ندادن؟ تا هنوز جواب مشخص ما نگرفتیم. نه خیر. ممنون. پس حالا سوالی که مطرح میشه، به عنوان آخرین پرسش میخوایم بپرسم، انتقادها خیلی زیاد میشه، چه از حکومت، چه از جامعه جهانی، چه از آمریکایی ها، از همه. چرا این انتقادها نتیجه نداره؟ خب این سوال برای ما هم هست، به خاطر اینکه ما جمع وکلا و سناتور هم که در مجلس سنا میشینیم، بارها در موارد مختلف حکومت مورد بازخواست قرار گرفته، مورد انتقاد قرار گرفته، ولی در مسائل بسیار مهم مانند جلوگیری از فساد، مانند تدویر انتخابات، مانند تقرر کادرها، سایر مسائلی که بسیار اهمیت داشتن، تامین امنیت، مدیریت درست جنگ، ایگاپا ما تا هنوز کدام نتیجه مثبت را ندیدیم. فقط گفتیم و یک وزیر صاحبای مقامات آمدن و مقاله خوانی کردن، ولی تانز ما نتیجه مسئول نیست که ما خود ما متعجب هستیم که چرا گوشکری مقامات حکومت دراز در افغانستان باز نمیشه و چرا این مسائل درخواست های نماینده مردم در نظر گرفته نمیشه و چه وقت این گپا جنبه اصلاحی به خود پیدا کنه و تطبیق شه. ما هم فهمیده نمیتونیم که فرصت ما تمام است. آقای هاشمی، چه باید چه پس حالا باور شما من حیث سناتور افغانستان چه هست؟ ولی دیگه اول خب باید فشار جدی وارد و این خودی سردمدارها باید فکر کنن که باید سرنوشت زندگی مردم افغانستان دیگه بازی کردن. واقعا فکر کردن تا حالا؟ ما هم فکر میکنم باید فکر کنن دیگه، به خاطر که آخر خط رسیدیم و ناگزیر مردم افغانستان خودشون باید بسیج شون، متحد شون، یک پارچه شون و از نظام خود، از دستاورد خود، خودشون باید دفاع بکنن. دیگه رای دیگه وجود نداره. ممنون. آقای بیژنپور، آقای سناتور به این باور هستند که ما به آخر خط رسیدیم. حالا سوالی که مطرح میشه، انتقادهای خیلی زیاد میشه، چه از حکومت، چه از جامعه جهانی و سایر گروه ها. چرا این انتقادها نتیجه نمیده؟ ببینید، جامعه یک فرهنگ و فضیلت انتقاد نداره، طبیعی است که انتقاد فرهنگش درک نمیکنه، یعنی نقش انتقاد قابل درک نیست. وقتی نظام ها، وقتی مسئولین، وقتی رهبران، وقتی زعما به اساس خیلی ترفندش به اصطلاح بازی به سر اقتدار می آیند، سعی می کنند با تقویه هر کسی بازی کنند و این بازی هنوز ادامه داره متاسفانه. کسی که
سوار بر کشتی بیگانه به افغانستان میآید و اتفاقا دیگه سوار بر کشتی سرنوشت مردم به اعتناع عبور خواهد کرد. اینا علم است، اینا چیزی است که در تجربه ماست. در وضعی کنونی تا مردم افغانستان سطح استحکام نظام ملی را از درون قوام نتن، ما دیگه نسبتمون به خارجی ها هیچ چیزی را علاج نمیکنه و خارجی ها متاسفانه در بهبود وضعیت داخلی افغانستان نه تروریسم را به اصطلاح بزانو در آوردن و نه به اصطلاح فقر و بیچارگی را، ما را درمانده تر کردن، سطح جامعه را به تقسیمات ننگین به اصطلاح به وجود آوردن و مشکلات مضاعف ساختن. از این جهت ما فقط نیازمان این است که سطح تفاهم در جوانان در افغانستان و در نسل نو بالا بره و نظام سازی را از درون به علاج بکنیم و ملت به اصطلاح در آینده تخلا کنیم، بسازیم که این ملت سرنوشت بسازه. ملت هایی که به دست آمریکایی ها ساخته شوند همیشه همینطور خواهد. ممنونتان، لطف کرده این آقایان هاشمی و بیژنپور، ممنونتان. و پس از خبر امشب ما هم در همین جا به پایان رسید. تا دیدار بعد، الله حافظ.